مردم عزیز، سلام و درود بر شما. خبرهای متناقض و اغلب یعنی مبالغ آمیز از مجاری رسمی اسرائیل به خورد رسانه ها داده می شود. ما در طول ساعت اخیر وقتی که اتفاقات میدان جنگ بررسی می کنیم، او چیزی نیست که در شبکه های دیداری عمدتا فارسی زبان و انگلیسی زبان او رویت میشه. چیزایی هست که نظام سانسور اصلا او را اجازه نمیده. جنگ غزه جنگ عرب و اسرائیل نیست، جنگ جهانی است. ما بازم در این برنامه ای بحث میکنیم و تمرکز ما به ایست که در دیدار 3 ساعته دوبدوی پوتین با رئیس جمهور ایران مطابق گزارشاتی که آمده فیصله به این شده که در جنگ غزه دو کشور اما هنگ عمل میکنند. و باز بعد از اون ما شما دیدیم که از دیروز روسیه اعلان کرد که پمپاژ آب مدیترانه بر مدیترانه در تونلای زیرزمینی غزه یک جنایت جنگی است. این یک هشدار به اسرائیل بود. خب قبل از اینکه به این بپردازیم، اول از قبرستان در اسرائیل یک خبر میگیریم که در اونجا خبری هست و بیشتر سرنخ اخبار اصلی از اونجا میه، از قبرستان میه. پامیر مامون با ما است از بخش اطلاعات و خبر در جمهوری پشتو پنجم که تمام مسائل را بررسی کرده. و ابتدا سوال ما ایست که در گزارشات قبرستان ها در اسرائیل به چه ترتیب است؟ سلام به شما و بینندگان گرامی. طبق معلومات و بررسی هایی که امروز شده، البته به حساب معلومات هایی که رسیده، اسرائیل یک آماری را نشر کرده رسمی که از تعداد مجروحین و کشته شده ها و دیگه کسایی که در جنگ البته فلج شدن، نابینا شدن دیگه پخش کرده بودن. باز اونا در طبق آمار گفته بودن که ما حداقل 5000 سرباز زخمی داریم، 2000 هم چیز فلج و حداقل 100 نفر هم نابینا. باز وقتی که از آمار کشته شده ها صحبت کردن، گفتن فقط ما 91 سرباز کشته دادیم از زمان حمله زمینی که شروع شد در غزه. اینا رو وقتی که ما ویدیو و اینا رو شما اگر هر روز در اینترنت مراجعه کرده باشین، هر روز ویدیو کمین است و هر روز ویدیوی عزیز که تانک ها از یا خودروهای زیری از یاره نیروهای القسام یا حماس کس هدف میگیره و اینا رو میکشه و خود از اونها هر روز هم اعلان میکنن که امروز اینقدر کشته شده، اینقدر کشته شده، اینقدر کشته شده. اینا اینطوری وقتی که نشر کردن گفتن 91 سرباز کشته شده. باز اول قماسی رد کرد در طول دو ماه، در طول همین زمانی که حمله زمینی به طرف غزه شروع شده از این زمان، او 1200 نفری که اینا قبلا گفته بودن و غیر نظامی است. بله، از زمان شروع حمله نظامی چیز حمله زمینی اسرائیل به غزه، طبق آماری که اسرائیل داده گفتن ما فقط 91 سرباز کشته دادیم، اما باز میگه که حداقل 5000 سرباز زخمی است. خب 5000 سرباز زخمی زدی، 91 نفر چطور کشته شده؟ و آمار اصلا بسیار با هم دیگه مطابقت نداره زیاد. اما ماه گذشته مدیر یکی از گورستان های اسرائیل که در بنام چیز است، گورستان کوی هرتزل است، اینا فاش کردن گفتن که چیز هر یک ساعت و هر یک و نیم ساعت یا یک سرباز اسرائیلی را که از غزه به طرف میرن اینا گور میکنن روزانه، در هر یک ساعت یا هر یک و نیم ساعت. حتی گفت که در یک مورد ما در چیز در ظرف 48 ساعت 50 سرباز مرده را ما گور کردیم در اسرائیل. اما اینا میگن که ما 91 سرباز کشته دادیم در کل چیز همین طول جنگ زمینی. اما یک آماری که باز خود از منابع غزه آمده گفتن که همین جنگی که امیال روانه است حداقل در 50 ساعت گذشته، در 24 ساعت گذشته 80 اسرائیلی را ما کشتیم. یه تو آماری است که بلکه دیگه نمیخونه. خب به این شک نیست که اسرائیل دروغ میگه، بختر که اگه اینا آمارشون به اندازه باشه که 91 نفر کشته دارن دیگه و دیگه اینا پوت نمیکنن رسانه آره. و اگر آمار شما 91 نفر کشته از جمع 5000 زخمی است، به این معنی است که غیر حماس هیچ چندان سلاحی نداره که شما رو بزنه بکشه. اوراکتای که اینا تانکار انفجار میتن، شما نمیتونه که از 5000 نفر 1000 نفر کشته باشه. بسیار عجیب یک آمار بود. بر صورت این آمار رسمی اسرائیل هیچ کس تایید نکرده و حتی کسایی که از خود اسرائیلی هم هستن گفتن که اگر آمار داده میشه حداقل اگه آماری بتین که اگه دروغ هم میگن یکم به واقعیت نزدیک باشه. 91 نفر سرباز از دروغای دولت ها همیشه دروغای رسمی می باشه، اما چون در اسرائیل
خشم مردم و اعتراضات علیه حکومت نتانیاهو بسیار زیاد است، گروگان داره مردم و از این قبیل مسائل اینا احتیاط میکنن. یک چیز دیگه که اسرائیلیا بسیار خبر تلفات و اخبار واقعی جنگ سانسور میکنن این است که در طول امی 75 سال با چنین جنگ اینا مواجه نبودن، بله یعنی به این رقم مثلا شوک اینا ندیده بودن. بنان یک خب پنهان کردن آمارای رسمی اصلی جنگ بخی عادی است. خب به هر حال نتیجه گیری ما است که گزارشات اسرائیل واقعیت ندارد. اما اینجا ما میگیم که خب امروز تازه ترین اتفاقات قابل بحث در غزه چی بوده؟ ما فیلمی رو دیدم، دوباره فیلم های نومه، که چیزی را که من امروز متوجه شدم در جنگ خانه به خانه در خان یونس و در جنگ امیتر ویرانه به ویرانه، چیزی که من دیدم حماسی ها را دیدم که بسیار به شدت عمل میکنن و نقطه را که میزنن نشان میدن، بله میزنن وقتی که راکت فایر میکنه طرف میبینی که اون زد و تانک هم زد، آتش هم بالا میشه. یک از ارتش اسرائیل هم در سر پیشانی خود یک کمره را مانده بودن، سربازا از این ساختمان خالی میرفتن به این ساختمان خالی میرفتن و یک قسم فایر میکردن، نمایشی بود و فایر هم که میکردن رو طرف آدم میدید که هیچ کسی نیست و از بس که سر از امام که فایر میکردن یکیش دو نفرش پشت سر خود سعی میکنه از ترس که از پشت سر ما را کسی نزنه. وضعیت به اینی ترتیب است. ایره به خاطر مقدمه گرفتم که امروز رئیس ستاد ارتش اسرائیل در یک حاشیه جبهه غزه آمده بود، گفت که حماس در حال نابودی است، یک رقم مژده داد به سربازان خود، دخترها و پسرها بله اطرافش گرفته بودند. وقتی که این مسائل میبینیم هیچ با هم نمیخوانند. خب طبق معلوماتی که امروز از جنگ آمده، البته 3 ساعت پیش یک چیز القسام احماس نشر کرد، گفت که صبح ما 2 قطعات خاص اسرائیل در کمین برابر کردیم، یک 2 قطعه متفاوت در 2 جای متفاوت اینا کمین زدن که متشکل از چندین نفر قطعات خاص اسرائیل بود و گفته که ما سر از اینا بسیار تلفات سنگین وارد کردیم و گفته نمیتونن که از بین از کسی بچم شده یا نه، یعنی نجات یافته یا نه. بدون از او گفت که ما یک تا تانک منهدم کردیم و 2 تا موتر زرهی و یک تک تیرانداز چیز اسرائیلی هم که در منطقه فعالیت میکرد او را شناسایی کرده بودن، او را هم کشتن. بدون از این ما شما که صحبت میکنیم، 1 ساعت پیش باز القسام گفت که ما با 10 سرباز اسرائیلی در یک منطقه به نام فلوجه درگیر شدیم و تمام از او را کشتیم و گفتن که در طول همی جنگ در جبالیا یا کمپ جبالیا که ما میگیم، گفتن 9 موتر نظامی و 1 بلدوزر نظامی را منهدم کردیم و گفته که قطعات خاص دیگه هم در جبلیا بود که همراه از اونا ما درگیر شدیم و سر از اونا هم تلفات بسیار سنگین وارد کردیم. دیگه علاوه بر حزب الله هم امروز عملیاتی را انجام داده و گفته که چندین پایگاه سرحدی اسرائیل بمباران کرده، به شمول یک پایگاهی که به نام پایگاه یارا میگن و میگن کجا سربازا را کشتن و یک پهپاد انتحاری را سر از اونها پرتاب کرده و حزب الله گفته که منجر به تلفات سنگین شده. بدون از او همین دقیقه که ما شما صحبت میکنیم 20 دقیقه پیش باز القسام یک چیز دیگر در شرکت گفت که در اون نقطه فلوجه که جنگ جریان داشته 3 سرباز دیگر هم اینا در کمین برابر کردن و کشتن و گفتن که در یک منطقه دیگر به نام تلل زتار یک بلدوزری که خانه ها را خراب میکرده که بلدوزر نظامی به نام دینای نور هم منفجر کردیم از بین بردیم. این بود که این تقریبا از 3 ساعت پیش هم گفت برتان خبر دادم، چیزی که القسام نشر کرده. ویدیوهایی که اسرائیلی ها نشر کرده، البته چندین ویدیو هست، یکی خب ویدیوهای درگیری که به حساب اونا میگن نشر کردن، واره که من دیدم اونا در فایر می در مکتب در آمدن قطعات نظامی اسرائیلی و فایر میکنن از بدون از اینکه کامرا نشان بده کی اینا فایر میکنن، از پشت دروازه افتاد دم 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 فایر میکنن، دروغ دروغ صدا میکنن با یک دیگه، مگر نه مرده درک داره نه دیگه هیچ ویدیویی از سربازای کشته شده نه وجود نداره. اصلا این سربازا و سربازای جنگ شباهت نداشت، دریشی هایشان تو کشیدگی بود آمده در اینا البته گواهی فیلم میگیره. خب او دیگه است، البته کسایی را که اینا کشته بودن گفته بودن غیر نظامی هایی بود که اینا در ترک پر کرده بودن 1 2 روز پیش در چیز نیمه برهنه که کرده بودن از یکی از مدرسه های مکتب هایی بود که در بیت الاحیا
اونجا پناه گرفته بودن مردم های آواره، اونجا اسرائیلی ها در آمد، مردم هم نیمه برهنه کرد، در موترا بار کرد، نیمشه قتنام کرد، اینا رو برده بود. حالا میگن که سر از صحنه سازی داره ویدیو جور میکنه. یک ویدیو دیگر اینا نشر کردن امروز که نشان میدن که یکان 100 نفر از مردم های برهنه رو یا جمع کردن، نیمه برهنه رو، گفته این حماسی هاست که تسلیم شده. باز یک از او را گفته که بیا سلایت بانده که او دستش بالا، خودش هم نیمه برهنه آمده، در یک دستش پستول است، در دست چپش، در دست راستش کلاشینکوف. اول آمد او را ماند. تیم تبلیغاتی اسرائیل که دو ویدیو را نشر کرده اشتباهاً، اینا چون شوت کرده بودن، اون را صحنه سازی کرده بودن، به جای اینکه یک ویدیو را نشر بکنن، تیم عربی که تبلیغاتی نشر کرده دو تا را نشر کرده، دو از یک صحنه دو, دو دو فیلم نشر کرده که دو یکش نشان میده که آدم هم یک نفر یک در یک ویدیو می کم کلاشینکوف و پستول در دستش گرفته می میمونه، در ویدیو دیگه فقط یک کلاشینکوف دستش هست و هم در دست چپش می او را میمونه، پاس دار میخورم میره. باز او را که نشر کرده بودن بیچاره آدم کوره چیز کرده بود، فلسطینی هایی که نفر را در چیز دیدن زود که شناختن گفتن این آدم نامش منیر است، منیر المصری نامش است. این بیچاره گفته رئیس چیز، رئیس یک کارخانه المونیوم در غزه بود، او بیچاره در پناه در کمپای پناهگاه چیز آواره ها جای گرفته بود، اونجا که کلاگ دزگیر کرده اسرائیل برده در جمعش ایران برده بودن، حالا اومدن سر صحنه سازی کردن به نام حماس، گفته این دزگیر شده نیمه برهنه اومده سلاح خودم میتا به اسرائیل. او یک بیابی بسا کلان شد و ویدیو را خودشان دلیت کردن پس آن تیم تبلیغاتی اسرائیل، اما تا زمانی که دلیت کردن در کل میدیا برآمد، حالا بسا یک بینی بریدگی دیگه بر از یا وجود آمد از او حساب. اینی از تیم تبلیغاتی اسرائیل و تیم تبلیغاتی حماس سعی که تمام ویدیو از واس کمین نشان میده که سربازا را از نزدیک میزنن یا میکشن. باز اینا میگن که ما 91 نفر تلفات دادیم. خب یک چیز است که اینا دو خب کردن که این جبران نمیشه. یک خطای اولشان این بود که مردم برهنه کردن، عواقب این عواقبش بسیار بسیار وخیم است. یکی دیگه ای که اینا میگن یک گروه از حماسی ها تسلیم شدن، حماس هم تسلیم میشه؟ حماس در نقطه اینست اینی نقطه اینا خراب کردن. حماس چطور تسلیم میشه با تو که تو را در و در کرده بنان؟ خب این حال ما میبینیم که یک سردرگمی حاکم است، یعنی هم در جبهه هم در جبهه تبلیغات. این یک دولت منظم است، این به چه حال روز افتاده؟ خب اینا درگیر یک جنگ، خب درگیر یک جنگ نیابتی سالهای سال است که اینا هستن. خب یک فرصت بسیار خوب برای گروه های فلسطینی از جمله حماس و دیگه گروه های مقاومت از جمله حزب الله و انصار الله پیدا شد که یک جنگ جهانی در گرفت بسیار خاموش از زمان آمدن طالبان در افغانستان و شروع شدن جنگ اوکراین. چون حالا جنگ بین جنگ شرق و غرب است، یک چی بگویم دیگه، یک لاتری طلایی برای تمام از این گروه ها در خاورمیانه باز شد. چرا که اینا هم در پشت از اینا ایران است، هم در پشت از یا یک بانک است مثل چین، و هم یک نیروی مثل روسیه در پشت از اینا است که هر نوع منابعی که بخواین چون اونا دارن که برای از اینا بوده. وقتی که فرصت مهیا شد و دیدن که اسرائیل هم چون یک جبهه بسیار مهم، یک سنگر مهم امریکا است و این جنگ جاری که روان است، اینا ایران و روسیه تصمیم گرفتن که جوار فعال بکنن و 7 اکتبر جنگ شروع شد. از زمانی که جنگ شروع شد، این جنگ نام ختم شدن هیچ نداره. خب یک دوره آتش بس شد، امریکا توقع داشت که از آتش بس یک تمدیدی به وجود بیاد، اما اسرائیل او را رد کرد. برصورت حالا اینا درگیر شدن در یک جنگ در غزه. خب هر روز دروغ میگن که اینجا پیشروی شد، اینجا پیشروی شد، اینجا ما نفر کشتیم، اینجا نفر اسیر گرفتیم، که تبلیغات دروغ روان است. اما تا آخر این جنگ چی وقت است؟ خب بر از اینا 3 هفته وقت داد امریکا که شما باید تا 3 هفته دیگه باید کار غزه را یک طرفه بکنید. ما معلوم نیست که 3 هفته بعد امریکا با اینا چی میکنه، آیا امریکا واقعا یار دست پایش محکم میگیره یا تا سال نو، روز سال نو دیگه، یعنی آخر می بله 3 هفته دیگه نزدیک به کریسمس دیگه، به همون کریسمس است دیگه. آه تا تاریخ 26 دیگه ایتو آه آه گفته که چیز است، اون وقت باید کار از این یک سره بکنیم. خب اگر کار از این یک سره نشه چی میشه؟ به ایمان است که عقب نشینی میشه، شکست پذیرفته میشه از طرف اسرائیل، امریکا مجبور است که با ایران و روسیه تعامل شوه و یک امتیازگیری و امتیازدهی شروع شوه دیگه، مثل همیشه. اینی است اسرائیل. خب این که میگه حماس میاد تسلیم میشه، اولی که حماس ضرورت نداره با اینا تسلیم شوه، تسلیم کسی میشه که واقعا شکست بخوره. شما از زمانی که داخل غزه شده چیز به نام شکست وجود نداره. خب اینا چرا بخاطر حماس نیروی این چیز نیست که شما یک منطقه را بگیرین و اون منطقه سرباز باشن؟ نه، منطقه باز است به اسرائیل، اسرائیل هر طرفی که میخواد میتونه پیشروی بکنه. مشکلی نیست که کسایی که میخواد بزنه بکشه در سر زمین نیست، اونا در چهار طرف در زیر زمین هستن، از زیر زمین دم بین ویرانا میبرن اینا رو، در کمین برابر میکنن میزنن.
غزه یک میدان باز است، فقط پیش های فایده نداره. جنگ اوکراین روسیه نیست. حماس وقتی که تسلیم شود دیگه او حماس نیست، آه او دیگه تسلیمی یونیفرم پوش های افغانستان وره نیست. عزم پنشیر گرفته تا اندراب و تا بدخشان پایان شد و طالب تبریکی بده و برای خانه دکتر عبدالله باز برای ایران. اینجا ما در یک نقطه مواجه هستیم که در تقریبا گرهگاه تاریخی یک جنگ بدون تاریخ است. بنابراین اینجا وقتی که روسیه هشدار داده اسرائیل، من بعد از او منابع ایرانی رو دنبال کرده، منابع خاصی که هسته اونا گفته که در بین ایرانیا و روسا در مورد بحران غزه فیصله های صورت گرفته، فیصله بله های جدیدی که خب البته اونا تلاششان برای جلوگیری از در هم شکستن حماس است. بله و وقتی که رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم میگه که نه، حماس از بین رفتن است و از اون طرف اونا هشدار میدن، اصلا چی چیزی میتونه در پس پرده جریان داشته باشد؟ خب یکی خویی است که گفته میشه که همی آرسنال یا زرادخانه اسرائیل، اینا امریکایی ها و متحدین از دیگه هم سنگین دارن، یعنی سلاح قوی تر بر از اینا میدن. خب این سلاح قوی تر معمولا خاص به خاطر غزه نیست، امکان داره به خاطر ترسی که از حزب الله وجود داره باشه. اما یکی ایران و روسیه با هم بیش از 3 ساعت پشت دروازه بسته مذاکره کردن و خودشان هم گفتن که بحث ما یکی از بحث های اساسی ما غزه بود و بعد از او اخطاری از طرف دیپلمات روسیه در ملل متحد آمد، گفت که همی آب بحره که شما در تونل مندازین یک جنایت جنگی است. خب دلیلش همی بود که گفت اول ایران خبر نداره که دی تونل چی رقم است، ساختار تونل چیز، نقشه تونل چیز، وقتی که شما نمیفهمین که همی کار شما واقعا نتیجه میتن نمیتن، در زدن به این کار اصلا احمقانه است، بخاطر که آب بحر که اگر به آبای زیرزمینی مخلوط شد بازم آب آشامیدنی که غزه داره بازو چیز میشه، خراب میشه، باز دیگه از خوردن میمونه و این یک جنایت جنگی. شما یک منطقه را بیخی به یعنی منطقه غیر میسازید، مردم مجبور میشه باز مردم که لابد چون آب نیزوجه. ایران روسیه اخطار داد که یک جنایت جنگی خواهد بود، ایران دیپلماتش گفت. در مقابل روسیه و ایران یک موضع مشترک در مقابل اسرائیل دارن، چون اسرائیل متحد امریکاست و دشمن روسیه و ایران. از جنگ جهانی جاری شروع شده میگپ است، روسیه که اینا را اخطار میده کدام گپ نو نیست و اینا میفهمن که اختاری که روسیه میده جدی میگیرن، تو نیست که جدی نگیرن، به خاطر که گفتم که روسیه همه منابع جنگی که اینا ضرورت داشته باشه از جمله حماس، حزب الله یا ایران روسیه در دست داره و اگر جنگ تشدید شود روسیه هم سلاح را به دست از اینا اختیار از اینا قرار میده که اینا هم جنگ شدت بدن. مثل که خود حماس درست پیش راکت های M90 بر اولین بار سر اسرائیل استفاده کرد و تانست که تل اویو و کتاشکلان بمباران بکنه و تانست که چند منطقه را بزنه، گنبد آهنی نتونست بسیار از اون ردگیری بکنه. و یک مسیج هم بود، مسیج چی بود که یعنی که هرچه شما جنگ دوام بدین سلاح ضررخانه حماس دیگه هم قوی میشه و این بر نقص شماست. به هر صورت این یکی موضوع است. خب این که پوتین اول آمد در عربستان سعودی و امارات، عربستان سعودی امروز البته یمن اعلان کرد که ما در قطر عربستان سعودی مذاکرات ما خوب پیش میره، وقتی میخوان که جنگ چیز در نگیره بینشان و معلوم میشه که وقتی گفته که مذاکرات ما خوب پیش میره به این معناست که عربستان سعودی به یمنیا اطمینان دادن که ما کدام تحرکاتی در مقابل شما نداریم. بعد از شما سفر پوتین این انکشاف آمده، بله بعد از سفر پوتین یک روز درست پیش که آمد کرد بن سلمان دید، بعد از او رفت امارات و بعد از او رفت مسکو که رئیسی دیدار کرد. او البته به مخاطر رفته بود بن سلمان گفته بود که شاک زمانی که شما کدام مشکلی در اینجا نزاین چیز انصار الله یمن که شما کاری نداره. او رفت که تضمین بده و بن سلمان بسیار خوشم بود، بن سلمان خوش بود و امروز گپای که یمنیا در مورد از اینکه مذاکراتشان با عربستان سعودی خوب پیش میره نشان میده که همو دیپلماسی که پوتین انجام داد موفق بود. اما یمنیا امروز اعلان کردن گفتن تا زمانی که غذا و دوا به غزه نرسه ما سر از امروز چیز میکنیم، تمام کشتیهایی که به طرف اسرائیل میره از هر کشوری که باشه ما او رو توقیف میکنیم، اجازه نمیدیم کسی به اسرائیل. بسیار یک موضوع تند است. موضوع تند است. خب از چند نگاه است، یکی خو از بیانیه از بحر سرخ ما هیچ نوع کشتی اکمالاتی را به طرف اسرائیل اجازه نمیدیم، چی دوا باشه چی نان باشه چی موتر باشه هر چیزی که باشه ما نمیمونیم در بندر، چیزی که به طرف هدفش منزلش اسرائیل باشه ما رو توقیف میکنیم تا زمانی که غذا و دوا به غزایی ها نرسن به مردم های خب فلسطین. امروز نتانیاهو هم گفته که ما سر یمن اگه شب خودم عملیات میکنیم.
آه در چینل 12 اسرائیل او اعلان کرد، گفت که با کت بایدن صحبت کرده، بایدن گفته کت شولز، البته کت نخست وزیر آلمان هم صحبت کرده، گفته اگر شما کدام عملیات نظامی در مقابل یمنی ها نکنین، ما خود ما عملیات نظامی میکنیم. معلوم نیست که از کدام قدرتی گپ میزنن. در اونجا پایش در غزه بند مانده، کد حزب الله پایش بند مانده، حالا از 1000 کیلومتر دور دیگه صحبت میکنه جنگ. بر صورت او خوی گپ خود از ذات، اما که قابلیت از زیر داره نداره مربوط خودش میشه، یا باز پسان معلوم میشه که اگر واقعا بخواد جنگ هم بکنه، شاید اسرائیل به او اندازه قابلیت هم بده امریکا برای جنگ کنه. اما یک گپ دیگه که صورت گرفت در وبسایت کریدال، که است در کریدال که خبرای خبر میانه رو نشر میکنه، یک خبری آمد که امریکایی‌ها کت اماراتی ها صحبت کرده. اونا یک از سه گورنمنت که در یمن وجود داره، دولت یکیش مربوط امارات میشه، اونا را گفته که از او صحبت کرده که اونا را یک رقم فعال بسازه که امریکا و وار اکمالات بکنه که کت یمنی ها داخل یمن باز هم جنگ داخلی را جنگ دوباره زمینی شد، شوه اونجا. جنگ زمینی شوه بین نیروهای یمنی وابسته به امارات امریکا و حوثی ها، میخوان که یار زیر فشار قرار بدن. از اون خاطر است که وقتی که پوتین و مسکو هم رفت، تمام اخباری که ما میشنویم از موفقیت دیپلماسی در عربستان سعودی را ما میشنویم، اما از امارات هیچ خبری نیست. که امارات رفته بود و هم حتما به می خاطر رفته، ما فکر میکنم امارات که پوتین شاید به توافق نرسیده باشه در این مسئله، سرشان فشار است. بر صورت اگه این کار شده، خب هنوز به گپ امارات خراب میشه، بخاطر که باز اینا بالستیک دارن که اسرائیل میزنه، امارات خود پشت دروازه ایش است. و این یک چیز است که امارات بسیار یک جای حساس، یعنی مرکز تجارت بین‌المللی، مرکز آماده شده دنیاست، و فکر نمی کنم که امارات یک قدر این موضوع رادیکال بگیره که در برابر ای گپ استاد شوه و یمنی ها مجبور شوند که اینا با راکت بالستیک بزنن. یک راکت بالستیک وقتی که به امارات بخوره، کسی بازوش سفر نمیکنه، یعنی تمام آه. اقتصاد دنیا همین ترانزیت کل دنیا فلج میشه. بله اینطور خواهد. خب امارات خودش مستقیم به جنگ نمیره، امارات یک گروه یک از دولت هایی که در یمن می جنگه، نیروهایی که در جنگ داخلی شرکت دارن، یک از وابسته به امارات است، گروه اجیر اماراتی شناخته میشه. از اون خاطر روی دیگر مثل عزیز که امارات رو به امریکا کرا بتا که در مقابل یمنی ها اونا یک موضوع بگیرن که در حالت فعلی در موقتی یا را مصروف نگاه بکنن که یا از توقیف کشتی و اینا خلاص شود. اما فکر میکنم که اگر جنگ در یمن شروع شود، ایران و روسیه پشت از اون محکم میکنه و یمن از سابق هم که قوی تر میشه و امکان داره که توقیف کشتی رو بند کردن نمیشه، هم میتونه با اینا بجنگه، هم میتونه کشتی ها رو توقیف بکنه. بر صورت اونا چون یمن یک مشکل بسیار کلان شده به اسرائیل و امریکا و اینا، از خاطر موقعیتی که داره جغرافیایی و قابلیت های نظامی که داره، اونا میخوان یک راه حل به این بسنجن و امریکا نمیخواد که حمله نظامی بکنه به سر یمن، بخاطر که جنگ مستقیم میشه. کوشش میکنن که نیروهای نیابتی که در داخل یمن دارن امور را سرش فعال بکنن که تا یک دوره ایره مصروف نگاه بکنن، دیگه چاره در مقابل یمن در کوتاه مدت وجود نداره. به حساب اگر مسئله اسرائیل بگه که اسرائیل میگه ما خود ما حمله نظامی میکنیم، ضرورت نداره، هم ضرورت نداره هم قابلیتش نداره و هم حوصله‌اش هم نداره که از جنگ بکنه. دو جبهه هم یال بند مونده، او هم جبهه که حزب الله هیچ فعال نیست، جبهه حزب الله فقط راکت پرانی است در مناطق شمالی اسرائیل. خب اگر واقعا یک جنگ دار بگیره که حزب الله نیروی زمینی رو در کار پرته دیگه، بازی غزه خود خود مجبور میشه که اینا در از میگیره، او در میگیره. من دو دلیل میگم. دلیل اول است که جنگ در غزه در تقریبا در مراحل اینطور فیصله کن رسیده. ما وزنه خود اسرائیل و امریکا انداخته که سازمان نظامی حماس اینا منهدم بکنن، یک طرف. بله دیگه ای که در منابع ایرانی آمده که ایران با روسیه روی موضع قاطع در برابر سیاست امریکا در غزه به فیصله رسیده. این دیگه گپ، دیگه گپ در وطن خود ما و شما یک گپ شد که به شکل تکتیک مسئله را عنوان کردن. یک دم عبداللهیان یک رشوت لفظی داد به طالبا، گفت که طالب داعش نیست، بخش از مردم افغانستان است. بسیاری از وطندارای ما جگرخون هم شدن که او والا ایران چه میکنه، اما این به اصطلاح یک تکتیک است، یک راهکنش دیپلماتیک است که ارتباط داره به همین موضوع، یعنی یک تناب و سست کردن با طالبا، یعنی یک به اصطلاح چی بگویم، یک رشوت لفظی و طالبان دادن تا کنار، به اصطلاح یک
حرکات رادیکالشان باز بداره. این مستقیما با اینمی بحث ما که انکشافاتی که در غزه آمده و بسیار حساس شده رابطه نداره. خب جنگ غزه و غزه و افغانستان و اوکراین کلش یک مثلث یک مثلث است. خب چرا بختر کل از این مناطقی است که نزدیک به رقبای امریکا است، اوکراین، افغانستان و غزه. خب یک تیوری دیگه میتونه این باشه که چون جنگ افغانستان بسیار در تحرکات در افغانستان بجز شدت یافته بود و ایران به خاطر که ایران روسیه، اگر ما فرض بکنیم که جنگ 7 اکتبر کدام چیز برنامه خود ایران و روسیه بوده باشه که به امکان زیاد بوده، به خاطر که حمله از طرف حماس اول شروع شد، میتونه به خاطر از این بوده باشه که چون عقبه از اینا افغانستان در بدخشان اینا بسیار تحرکات زیاد از 22 گروه تروریستی را اینجا آوردن، هیچ جبهه در مقابل ایران و روسیه به اندازه جبهه افغانستان داغ نیست، بسیار اکمال شده و قوی هم است و طالبان که اینا رشوت میتن او رو باز ما پسان میگم چرا. خب جنگ غزه اینا امکان داره به خاطر از شروع کرده باشن که که جنگ در افغانستان به تعویق افتاد. وقتی که اینا جنگ در غزه شروع کردن 7 اکتبر شروع شد، سر اسرائیل حمله شد، حال اسرائیل در غزه پایش بند مانده، یک فشار همی تمام تمرکز امریکا و تمام همی منابع ریسورس غرب اینا بردن به طرف غزه، اینا اسرائیل حال پشتش محکم بکنن که اسرائیل سقوط نکنه یا زیر ضربه نره، از بین نره. از او خاطر او طرف فوکس رفت، افغانستان هنوز هم مانده. اما تحرکات اخیر چیز که فسیودین از کابل پس به طرف بدخشان رفت، الهش کردن رفتن پس به بدخشان ششته، عین زمان حسین امیر عبداللهیان گپی که زد مردم بسیار ناراحت هم ساخت، گفت که طالبان یک واقعیت میدانی است در افغانستان و علیه داعش می جنگه. این هم گفت علیه داعش می جنگه. اینا رشوتی که به طالبان میتن همون رشوتی رو به طالبان میتن که وابسته به خودشان است. تا یک برنامه که اینا در آینده دارن که یک گروهی از طالبان از گروه دیگه طالبان جدا بکنن و بعد از اون گروه جدا شده طالبی که وابسته به خودشان است اونا رو با نیروهای دیگه که اینا در شمال باز پسانا ایجاد میکنن به ضد داعش یا به ضد طالبای باقی مانده او طرف حقانی، بتانن که طالبا را یک روی سفیدی دا پیش از پیش بشان جور بکنن که باز بتانن امرای زمان متحد بسازن. این ما سابقا در برنامه خود ما گفتیم که افغانستان در افغانستان طالب از بین رفتنی نیست، طالب یک نیروی است که یک واقعیت شده که او را از بین بردن نمیشه، اما در مقابل از او یک نیروی را ایجاد کردن میشه که در یک پوزیشن قدرت قرار بگیره که باز بتانه که از پوزیشن قدرت به خاطر امتیازگیری و امتیازدهی و به خاطر منافع خود استفاده بکنه با طالبایی که البته چیز آماده با تعامل هستن که همون طالبای درانی و حساب گفته میشه که وابسته به ایران هستن، از جمله ملا برادر است، از جمله طالبای هلمندی است و طالبایی که وابسته به ایران است ما میشناسیم. خب عبداللهیان کل طالبا را روسیه نمیکنه به خاطر خود از اینام که طالبا تعامل دارن. وقتی که میگه که طالبا یک واقعیت افغانستان است، این رو اصلا روی کل طالب سفید نداره، این روی هم طالب را سفید داره که با خودش رابطه داره که با داینده بتانن که بازو را بگن که اینا اینه کسی هستن باعث رسما از قندار یه چیز نمایندگی میکنن که باز بتانن پسان در افغانستان تعاملات یا چیزی که به وجود میره و را باعث یک طرف رسمی استفاده بتانن. اینطوری یک بازی دیپلماتیک است. یک واکنش عاجل از طرف سیاستمدارای افغانستان هم در برابر عبداللهیان دیده شد، از جمله اسپانتا و انجینر نبیل رئیس امنیت سابق، و اینا دفعتا موزیگیری ضد ایرانی خود نشان دادن که شما. اما فکر میکنم که این ابعاد پیچیدگی اظهارات ناگهانی عبداللهیان اونا دست کم گرفته باشند، چون این ارتباط داشت بیشتر به پیچیدگی تعاملات از کابل تا غزه بوده باشد. ای تو چیزایی در جریان است و دلیل از اینکه چطور اینا اجازه دادن که ناگهان فسیودین به شمال میره و تخار هم رفت و بدخشان هم رفت. خب بدخشان منطقه حساسه که اونجا هر وقت شروع شد و جنگ از اونجا شروع میشه. یعنی چه لازم از چه نیازی فسیودین کشانده به اونجا؟ به اونجا فسیودین ما خب ما قسم میگم همیشه در برنامه خود قبلا بسیار از برنامه خود همیشه که ما در مورد فسیودین میگیریم همیشه ایره ذکر کردیم که فسیودین به نام طالب است، اما در واقعیت این آدم مستقیم با استخبارات های مثل MI6 و CIA رابطه داره و از اونا دایرکشن میگیره، از اونا اینا فرمان میگیره مستقیم و به حساب آجنده از اونا کار میکنه. فسیودین در بدخشان یک نقطه بسیار خطرناک است. ما شما میشه صحبت کردیم که دمی جنگایی که در افغانستان شده دمی از تو تای 2 سال آخر که در بدخشان در پنجشیر اندراب جنگ صورت گرفت و در یک نقطه آتش بس
تقریبا رسید آتش بس پشت پرده. اما در بدخشان هیچ نوع خیزش در مقابل طالبا موفق نشد، در سرکوب هم شد. این به خاطر است که 20 سالی که امریکا در افغانستان گذشتان، همی مرگ همی چهار طرف کوه پامیر که اینا میگن، بدخشان کلبزار که اینا از نگاه تاریخی میگن، سر از اون امریکا بسا سرمایه گذاری میکرد. چرا؟ منطقه بدخشان بزرگ منطقه است که تمام رقبای امریکا در چهار طرف از اوست و تمام خطراتی که کشورها از یک ناحیه که احساس میکنن با اینمی بدخشان هم سر است، مثل ترکستان و شرقی، مثل هم انصار الله تاجیکستان و دیگر گروه های تروریستی که در آسیای میانه رابطه دارن. اینا کلشان یعنی گرد بدخشان هستن. وقتی که در بدخشان اینا بیس میشه و 22 گروه تروریستی رو یاد تخار و بدخشان و اینا جا به جای میکنن، دلیل چیز که این منطقه به خاطر همین خیز بعدی که با آسیای میانه اینا میخواین بدن، این به می خاطر ایجاد کردن و به می خاطر سرمایه‌گذاری صورت گرفته. و فصیح‌الدین اصلا رهبر نامنهاد هم یا می است فصیح‌الدین یعنی است رب دیگه، کم قطعات ببینه و نظم و ترتیب و وضع الجیش بلکه او یک کارش بررسی نمی است، بکنن. آه او چند کارش یک هفته است کنجا است. بله او کارش نمی است. او دل دیر یازو تو باید جبر سر روسیه و ایران اینا فعال بکنن. وقتی که خب صورت گپی که فرض مثال دکتر اسپانتا و رحمت الله نبیل میگن، او خاص روی ازی میگن که خب الان یک دفعه که کسی که از طالب طرفداری میکنه اینا زود کده واکنش بسیار احساساتی و کم نشان میتن که الان طالب چطور، به خاطر که اونا فکر میگن اخوند که طالب چیز است، در حالی که اوتر نیست. ایران منافع ملیش از من اخوندزم دیدم بالاست. بسیار هم سوی استراتژی که ایران بسیار بایان آورده ای گرد که او در او چی اینمی فکر است؟ چی فکر است؟ از این خاطر است که افغانستان در این بدبختی افتاده، بخاطر که هیچ کس نمیفهم منطقه چی رقم عملیات میکنه. به هر صورت ایران خوی گپ خود اگزت و از خاطر است که ایران که طالبان تعامل داره، یک از سفارت برشان داده دیگه چیز هم است که ملا برادر اینا سابق اینا نزدیک هستن، سالاست که قماندان های طالب امریکا میکشه به خاطر که اونا با ایران رابطه دارن. فرکسیونی که با ایران رابطه داره درانی هستن چیز طبیعتا و تاریخی، از جمله کرزی هم. از او خاطر اینا سر از اونها حساب میکنن، به خاطر که در صورت تا که وضعیت در افغانستان تغییر بکنه، هر کس هر اسد هر یک فرکشن در فرکشن در افغانستان به نفع از اینا باید کار بکنه و اینا نمیتونن که چشم پوشی بکنن از یک فرکشن مثل طالبای قنداری. و نیمه دوم طالب هستن و 50% طالب ها شاید گفته بتونی وقتی که سر از نو سرمایه گذاری میکن. اینا وقتی که طالب ها واقعا میدان میگن، اونم گپیست که ما همیشه باید میگیم که طالب از میدان رفتنی نیست. حالا طالب فقط یک فرکسیونی است که یا باید در شمال افغانستان پیرو شود یا در پشاور. کل جنگ افغانستان است که یا جنگ کی تر کدام طرف پرتاب میکنه. طالب به طرف آسیا میانه پرتاب میشه و طرف پاکستان. کل جنگ اینی است. وقتی که میخواین طالب را پرتاب کنید، معلوم دار سر طالب سرمایه گذاری میکنه. از او خاطر است که ایران وقتی که میگه که واقعیت میدانش با بزد داعش میجنگه، داعش اونا فصیح الدین فطرت هم میگن، اونمو چیز شمال که از جمله صلاح الدین ایوبی است، مختوم عالم است و اونمو چیز است فصیح الدین است که تا فعلا نام سرش مانده نشده، هنوز هم زیر بنر طالب است، پس اون ساید یک نام سرش مانه که باز از طالب دوریش بکنن. و از خاطر است که اینا نیاز دارن برای این خب گپای استراتژیک یک کم بر افغان ها یک کم مشکل است که لینک بند بکنن بین جنگ غزه و بین اوکراین و بین افغانستان، بخاطر که اگر افغان بگوی که اون جنگ اوکراین به خاطر افغانستان است، میگه چی میگی تو؟ لینک دادن مشکل است گپ. خب بسیار یک بررسی عمیق میخواه. خب از افغانستان من فکر میکنم که وضعیت تقریبا از هر مسیر یا از دیدگاه هر کشور افغانستان تحت کنترل است. یعنی افغانستان به اصطلاح تا همینطور تا امر ثانی را نه حرکت نداره، اما هیچ کس گفته نمیتونه به دلیل ازی که سرمایه گذاری که سر از اینا شده خواستن در محور بدخشان اونجا. خب یک چیز است که اینا حرکت کرده نمیتونن از محور بدخشان، اونجا میترسن طرف مقابل در منطقه بسیار زیاد امکانات و بسیار سلاح های بسیار مدهش و عملیاتی را آوردن در منطقه جابجا کردن که اینا معلومات دارن. یکی که باز جنگ افغانستان مصرف بالا میبره، یعنی جنگ اینا خب مصرف که بالا برد در اوکراین میشه و باز جنگ افغانستان میشه و باز جنگ اسرائیل میشه، کس دنیای سرمایه داری تا در جایی که مصرف بکنه و عایدش کم باشه هیچ گاه اونجا خود بند نمیکنه دیگر. خب از نگاه مصرف جنگ اگر گفته شود، در جنگ هر دو طرف مصرف داره فعلا.
هم بلوک شرقی و هم بلوک غربی. خب غرب وقتی که مصرف میکنه، حالا مصرف از اینا به خاطر از این نیست که از اون نفع ببرن، حالا مصرف از یا به خاطر از این است که موقعیتی که دارن او را از دست ندن، چون جنگ شرق در مقابل غربی نیست که ما ایره فشار بدیم که از یا امتیاز بگیریم، نه، جنگ شرق در مقابل غربی است که ایره بخیز از آسیا بکشن، از جمله افغانستان و خاورمیانه. از او خاطر حالی که خرچی که امریکا میکنه به خاطر منافع استراتژیک است، نه به خاطر منافع مالی زیادتر. منافع استراتژیک جایی است که مو پایگاه خود حفظ بکنه که آینده نتونن که بخیز بکشن، بازودم قاره خود منزوی شوه دیگه، باز دیر یا زود اینا سرش برسن. اتو نه، خو امریکا خرج داره که خود نجات بده در منطقه و حضور خود حفظ بکنه. از خاطر خرج میکنه، امریکا قابلیت خرج داره به خاطر کو امیال کات 3 کشور 4 کشور درگیر است. دو چیز مستارس که قدرت بسیار کلان است. تحرکاتشان از امریکایی ها زیاد هم شده، مثلا برای سیاسیون افغانستان در جای که پراگنده هستن زود زود آل محفل میگیرن در کشور، در ویانا گرفتن، در اون طرف گرفتن، آل در آلمان گرفتن، یک داودزه تشویق کردن که یک از دیور کن، اونم کسایی که سرگردان بودن هر طرف در از جور میکنن. در زمان جمهوری هم که هر کس یک کمک پیسه پیدا میکنه در چند تا بادیگار که میشد بازو از جور میکرد، از هم که از 20 نفر زیاد نمیشد، آل اون امور زیاد کردن و در این حال تانویستا در اسلام آباد روان کردن. این چی رابطه میتونه داشته باشه؟ امریکایی ها در محور افغانستان یعنی این تحرکات از چی است؟ خب تحرکات از اینا به حساب فشار است. چی گپ است که امیال در غزه اسرائیل پاش بند مانده، فشار سر امریکا و غزه اسرائیل بسیار زیاد است و تعاملات پشت پرده وجود دارد، مذاکرات پشت پرده حتما وجود دارد بین امریکایی‌ها و روس‌ها. وقتی که اینا میگن 3 هفته اسرائیل وقت داره که جنگ یک طرفه کنه، یک مسیج است که 3 هفته وقت است که امریکا و روسیه و ایران یک تعامل بکنن که جنگ خب در صاحب خاور نوا میانه در آتش بس برسند. تا به یک آتش بس برسن. اگر به آتش بس نرسه، امریکا مجبور است که جبهه افغانستان را فعال بکنه، به خاطر که فشار از یک از فقط از یک نقطه میتونه یا سر روسیه و ایران فشار بیاره. برای فعلا فشار حیاتی، البته وقتی ما صحبت میکنه، به خاطر که جنگ حماس با اسرائیل یک جنگ حیاتی است در منطقه برای امریکا و اسرائیل. در مقابل اگر اینا به کدام مذاکره به کدام تعامل نرسن، به یک آتش بس در خاورمیانه نرسن، اینا جنگ افغانستان سرمایه گذاری میکنن و به می دلیل است که فسیودین به بدخشان میره، تا امویس به اسلام آباد میره و گروه های مختلف در ویانا و آلمان و امریکا اینا دروغ دروغ جمع اگر به میکنن. توافق برسن به یک آتش بس، خب اگر به توافق برسن، حتما افغانستان در توافق شامل است و توافقی می باشه که می تحولاتی که در افغانستان روان است و می جنگی را که اینا می خواهند سر آسیا میانه پرتن، شاید تا یک اندازه به تعویق بستن، یعنی امتیازاتی را بده به ایران و روسیه در منطقه که امی از یعنی سرعت گرفتن روند جنگ در افغانستان جلوگیری کنه. خود امریکا و روس ای چیز ایران و روسیه زیاد کوششان در حال فعلی در کوتاه مدت است که در افغانستان جنگ نشه، با وجود که طالب است، کوششان نیست که ایجاد یک جرقه به وجود نبیاد که باز بخی اوضاع گد و شود، اینا مجبور شوند که دیگه باز نیم تمرکز خود در تحلیل عقبی خود بیارن. برای فعلا کوششان نمیست. سخنان عبداللهیان بخی معلوم میشه که دنیمی راست است. بله، اونا نمیخوان که عقبیشان چیز در بگیره. فعلا امریکا هم کارت بزرگی که در مقابل از اینا داره افغانستان است، چون در افغانستان 20 ساله که امریکا بود، هم کل قدرت اطلاعاتی و نظامی و همی تروریست سازی هر چیزی که اینا داشتن در افغانستان یا کردن، همینجا سرمایه گذاری کردن و قدرتمند، هم خطرناک ترین کارتی که اینا در مقابل روسیه و چین و ایران دارن افغانستان است. از او خاطر است که اگر در غزه اینا 3 هفته میگه اسرائیل میگه شما 3 هفته وقت دارید که جنگ یک طرفه بکنید، این مسیج به اسرائیل نبود. اسرائیل میفهمه که من تا که زنده هستم میتونم جنگ بکنم، امریکا برای نمیگه که تو جنگ نکن. این 3 هفته که میگه، یعنی که 3 هفته وقت است که ما چیز تعیین شوه که آتش بس میشه یا نمیشه. اگر تا 3 هفته کدام تعامل با ایران و روسیه صورت نگرفت در حوزه خاورمیانه، هم جنگ تشدید میشه و هم امریکا مجبور میشه که جبهه افغانستان رو سر زیاد تشدید بکنه و اینا مجبور میشن که دیگه در مقابل چیز هم تهدیداتی که در از افغانستان برمیخیزه، دیگه مجبور میشن که خود آماده بکنن، تدابیر بگیرن، یعنی یعنی یک جبهه سیوم باز میشه. حالی که یک در این مثلا معامله یا داد و ستدی که از نظر استراتژیک صورت میگیره، این میتونه که در یک مقطع افغانستان به اصطلاح به عنوان یک امتیازی که داده میشه بر روسیه و ایران، بخشی از افغانستان امریکایی ها بر از اونا به اصطلاح اعطا بکنه، یعنی در افغانستان کوتابیه تا که مثلا شکل بگیره یک تعامل در محور اسرائیل و فلسطین. یعنی ایره میتونه که به عنوان یک لشکر آماده بر جنگ هم است،
اما میتونه یک امکان برای معامله بر سر افغانستان هم باشه. خب تو امکان دارد، چون جنگ غزه و اسرائیل یک جنگ حیاتی و اساس است، یعنی رگ شاره یک از شارگاه امریکا است. امریکا میتونه که در برابر نجات دادن همی شارگ خود، همی حفظ شارگ خود، باید یک امتیاز بسیار حیاتی با ایران و روسیه بده که فقط در افغانستان بر از میتونه داده شود. و اگر به توافق برسن البته که بگن خب آتش بس شود و ما اتو شوه اتو شوه، یعنی فرض مثال بگن که آتش بس شوه اسرائیل عقب نشینه، ما فکر نمیکنم که امریکا در تعاملات خود به مسیر افغانستان فقط به این قانع شود که آتش بس شود در خاورمیانه. نه، اگر در سر اگر میخواهد که کارت افغانستان در میز معامله پرته و تعامل بکنه افغانستان، چیزی از افغانستان برای یابته، اینا باید از زیادتر از یک آتش بس به امریکا بدن. امریکا میگه خب آتش بس تنها نیست، اگر شما میخواین در افغانستان یک پیس بسیار کلانه با خود بگیرین، باید در خاورمیانه یک پیس بسیار کلان بر مان بدهید، یعنی حفظ بشه. او پیس کلان بسیار چیزا میتونه باشه، اما ما فعلا نمیتونم چی بگیم پیس چی بوده میتونه. یکیش همی آتش بس است، دیگه چیز که معلوم نیست که سر غزه چی نوع یک معامله صورت میگیره، معلوم نیست که به حساب اسرائیل چی یک نوع معامله صورت میگیره، بدون از در عراق سوریه و اینا بسیار گپ خراب است. اگر پلان ای باشه که در افغانستان اینا باید امتیازات را به روسیه و چیز ایران بتن، ایران و روسیه نیاز داره که هم به مو اندازه یک فشار خطرناک سر امریکا داشته باشه. او فشار خطرناک یا او فشار حیاتی میتونه سوریه باشه. سوریه یک دولت است و یک دولتی است که وقتی که با جنگ زده امریکا اعلان رسمی بده که ما امریکا را جنگ اعلان رسمی بده و بگه که ما پایگاه شما را میزنیم، عین دکترین عین پروتکلی را روسیه میتونه انجام بده که امریکا در مقابل اوکراین انجام داد. اوکراین که روسیه در جنگ بود، خود ناتو میگه که ما با شما مستقیم جنگ نمیکنیم، مگر من سلاح و پول به اوکراین میدیم. یا میتونه این کارا بکنه وقتی که امریکا در جنگ شد، روسیه بگه نه ما خود مستقیم که شما در جنگ نیستیم، اما ما جی فایتر جت میتم، سلام برشان میتم، پیسه هم برش میتم که تو جنگ. بله امیتور میشه، به خاطر از اینکه سوریه یک دولت مشروع است، یک دولت بله رسمی است، میگه که ما در جنگ نیستیم، اما تا که میتونه پشت زور پر میکنه. خلاص اینی میتونه که یک دلیل شوه برای امریکا و روسیه که در افغانستان تعامل بکنن. اگر امریکا احساس بکنه که خب در سوریه اینا این کارا میکنن، و امکان داره که در افغانستان بر از اینا امتیازات بده، و امتیازات میتونه که در هر شکل باشه، قسمی که خودتان گفتین که میتونه در شکل ازی باشه که یک بخش افغانستان رو به ایران و روسیه بده، که از جمله میتونه هرات باشه، وقتی که هرات یک نقطه حیاتی و زون امنیتی ایران است نه و اسماعیل خان پیش از پیش معاملات است. کمربند امنیتی شماله. نه خب کمربند امنیتی شمال امریکا معامله نمیکنه به او اندازه، با کم معاملهش نمیکنه به قیام، به خاطر که او بسیار یک کمربند چیز است. بدخشان قسمی که ما براتون گفتم، در بدخشان هیچ دست بالا نداره، نه ایران نه روسیه، اونجا فقط امریکا از حضور داره. یک وقت هم انگلیس ها که میبرامدن، جنرال رابرتس وقتی که از کابل مرش کرد رفت به طرف قندار، اونجا برای ملکه انگلیس میگفتن که قندار اعلان نکنیم ما، همون قندار و هرات اردوش دیگه. بالاخره او را میخواستن که تا آخر پیش انگلیس بمانه، اما گفتن که نگاه کردنش بسیار سخت است. ولی هم عین معادله است بر سر افغانستان، بله که نگاه کردن بدنه شمال به عنوان یک تهدید علیه کشورهای آسیای میانه، و این طرف نگاه کردن هرات و مناطق غرب علیه ایران. در اینجا اگر قرار باشه که بسیار کلان تعامل صورت بگیره، تعامل استراتژیک که یک سرش در خاور میانه باشد دیگر سرش به افغانستان، بدون شک که قضیه تمرکز می داشته باشه بالای شمال. بله خب در افغانستان چند زون امنیتی وجود داره از نگاه جغرافیایی؟ یک زون امنیتی بدخشان است و دیگه زون امنیتی هرات است، و اگر هرات و بدخشان رو در یک زون امنیتی کمربند امنیتی بگیرین، نمو دریای امو هست دیگه، نمو دریای امو شمال است که از حساب از مو هرات گرفته تا بدخشان است، نمو تخار و مزار کلش نمو یک خط است. زون امنیتی دیگه که اینا دارن هندوکش است، جغرافی افغانستان زون امنیتی بعدی هندوکش است که شمال چیز همون نقطه بگرام است. زون امنیتی دیگه از یک قندار است که جنوب افغانستان از راه بیرون رفت به طرف پاکستان و همچنان به این طرف و طرف هلمند و چیز حوزه بلوچستان ایران. اینی چند زون است: هرات، بدخشان، هندوکش، قندار و همون زون آمودریا. در زون آمودریا وقتی ما صحبت میکنیم، بدخشان نقطه حیاتی روسیه است، در اوج دست بالا نداره، اونجا امریکا 20 سال سرمایه گذاری کرده و فعلا دست فسیودین و گروه های 22 گروه تروریستی است.
در حوزه هندوکش آتش بس است. به وجه 2 سال جنگ شد، تا فعلا معلوم نیست که در وجه آینده وجه چی است. وجه یا جنگ دوباره در میگیره یا کدام کاری میشه. در حوزه هرات که زون امنیتی ایران است، انصاریا بودن، انصاریا را یک ایران کشت و در آل چیز اسماعیل خانه ریزرف کردن که در آینده بتانه که زون امنیتی را باز دست ازی بتن که بتانه زون امنیتی را به ایران حفظ بکنن. در حوزه قندهار جایی که جنگ جریان بسیار مهم است، در حوزه قندهار هم حوزه قندهار یک زون امنیتی مشترک هم به پاکستان است و هم به ایران از نگاه تاریخی، چرا که دروازه پاکستان هم است و از نگاه تاریخی دورانیا رابطه بسیار نزدیک با ایران دارن، چون دروازه او طرف هم است، دروازه بله، ایران هم است. قندهار موازنه امپراتوری بابوری و امپراتوری صفوی بوده یک وقت. صفوی بود، بله. در سر قندار بسیار جنگ شده، به خاطر هر کسی که قندار را دست داشته تانست سر یک دیگه یورش بکنه. قندار از اون خاطر مهم است و چون عبداللهیان میخیزم میگه میگه که طالبا یک واقعیت میدان است، اون طالبای دورانی را میگه، به خاطر که چند سالهای سال است که طالبا رابطه دارن. اون طالبا در حوزه هلمند و قندار است، اون حوزه قنداری و هلمندی وابسته به ایران هستند، از جمله خود کرزی هم که قنداری است، یک خان دورانی است، با ایران سابقه همکاری داره بسیار. حتی در طول دوران رئیس جمهوری خود هر وقت ایران دادان از این انداخت که امریکایی‌ها رو بگو که بمباران نکنین نکنین، این تو گپا بود. اون زون امنیتی است. اینا در زون امنیتی که ما به شما گفتم در چند جای از ایران و روسیه دست بالا داره. در بدخشان خیلی ندارن، بخاطر بدخشان متعلق دست اقانی است. اقانی هم گروه تروریستی که یا میخوان. در هرات هم فعلا نه ایران زوری دارن نه تای چیز دیگر ها، فقط ایران میتونه در یک معامله بکنه بر سرش که پسان اسماعیل خان بیاره که یک رقم زون امنیتی خود در حفظ بکنه. اما در حوزه آمودریا از تخار چیز تخار و مزار رو گرفته تا حوزه ازبکستان ازبکا به طرف باگرام به طرف هندوکوشا یک حوزه جنگی است که تا فعلا در دست هیچ کس مطلق نیست. و حوزه قندار که از باز دست امریکایی هست هنوز هم بخاطر که از امون راه رفت آمد است، امون طرف این چیز است اکمالات صورت میگیره. در افغانستان وقتی که اینا میخواین معامله بکنن هم قسمی که شما گفتین باید یک معامله بسیار بزرگ باشه، چون امریکا افغانستان رو ترک نمیکنه به این رقم، بگه که بخوی اعلام بکنه در تعامل، بگه که ما اعلام میکنم میانه شما اسرائیل اعلام بکنه، نه اعلام نمیکنه، یکون اما بخشش معامله میکنه، مثل که اگر معامله بکنه بدخشان نمیکنه. ما فکر میکنیم چون بدخشان یک کارت بسیار اساسی ایران است. بدخشان نکنه، بدخشان باید جنگ شوه، اونجا جنگ میشه. خب چی نه یک جنگ میتونه در بدخشان در بگیره. از طرف تاجیکستان یا از قوات های روسی که در تاجیکستان وجود داره در بدخشان جنگ نمیشه. در بدخشان جغرافیه نیست که اونا جنگ بتونن ده. در اونجا بمب راکت و گپا هر چقدر بزنی بی فایده است، اونجا کوهستان است و مردم بومی است. بدخشان فقط از نگاه نظامی از درون یکی میتونه جنگ بکنه، اما درون ناکام ماند. چند بار سر از یا خیزش شد نشد، شکست خورد. حوزه بیرونی داره، او حوزه بیرونی از اونم خط هندوکش است. اگر در هندوکش ایران و روسیه تسلط پیدا بکنه میتونه از عقب بیره زیر ضربه بگیره. بله، از هندوکش سر بدخشان میرن از داخل. یگانه راهش هندوکش است. از این می خاطر است که در هندوکش اینا بسیار سرمایه‌گذاری باید بکنن. حوزه هرات رفته به حوزه چیز هندوکش و حوزه چیز بدخشان جات نداره. او حوزه دیگر رقمی سوجه معادله ایران و عربستان و امریکا دیگر رقم است از نگاه امنیتی. او را ایران میتونه حفظ بکنه به خاطر که رابطش با طالبان خوب است. در ایران پشتونای زندگی میکنه عمدتا چیز درانی هستن، طالبایی که در اوج سر قدرت هستن عمدتا درانی هستن و اونا را میتونه که کسایی هستن که با ایران رابطه خوب دارن. ایران میتونه به حساب تعاملات و یک زون امنیتی خود با زور اینمی طالب جور بکنه، طالبای قنداری را اونجا باشن اما با همکاریشان با ایران باشه. بسیار. اما روسیه دست بالا اگه میخواد اینجا داشته باشه، بدخشان مشکلش چیز که در بدخشان تعامل نمیکنه امریکا که از اینا به یک آسانی وقتی میکنه که به یک نقطه برسه امریکا که جنگ سوریه را سرش پرتن و جنگ مستقیم شوه، بازی یا موضوع بدخشان را فعال بکنه که جنگ شوه، اون وقت که جنگ خاور میانه و جنگ افغانستان همزمان در بگیره که باز در جبهات بله. کی برنده میشه دیگه، باز رب بله. داره سفر فسیودین جدا رابطه داره بین این تمهیدات و مقدمات، بله البته اون رفته که آمادگی ها را بگیره احتیاطی است فعلا. خب تشکر از شما پامیر از اظهارات و از این نقطه نظرات و اطلاعاتی را که در شبکه تحلیلی جمع شده بود، وقت شما را زیاد گرفتیم. با تشکر از شما، با تشکر از بیننده های عزیز که تا این لحظه ما را دنبال کردن. موارد مرتبط با این مسئله داغ ما همچنان در مرتب حسب ضرورت پیگیر خواهیم بود. تا بعد.